سلام دوستان، فکت هستم و در این ویدیو با یکی از مطالب نقشه بیداری بزرگ در خدمت شما هستم. امیدوارم تا انتهای این ویدیو را تماشا بفرمایید. لطفاً سابسکرایب را فراموش نکنید و مطالب من را با دوستان خود به اشتراک بگذارید. فلش خورشیدی بزرگ. هر 25900 سال یک فلش خورشیدی بزرگ تمام انرژی شیطانی و ارتعاشی پایین‌تر را در منظومه شمسی ما از بین می‌برد. این بار به واسطه آن یک زمین جدید با آگاهی 5D و ارتعاشی بالاتر متولد می شود. خورشید تقریبا در بین سالهای 2020 تا 2024 تابش خواهد کرد. هیچ نهاد منفی قادر به تحمل انرژی های 5D جدید منظومه شمسی ما نخواهد بود. برای آمادگی از بشریت خواسته شده است که در وضعیت صلح، دلسوزی و بخشش باشند. این باعث می شود تا هوشیاری جمعی ما در ارتعاش مثبت قرار گیرد تا بتوانیم خود را در زمین 5D هماهنگ کنیم. این ممکن است یک مطلب غیرمعمول و طولانی باشد، بنابراین امیدوارم تا پایان این ویدیو من را همراهی کنید. فلش خورشیدی دقیقاً چیست و آن چرا اهمیت دارد؟ CME یا اجسام فشرده تاج شکل که از خورشید ساطع می‌شوند، در واقع انفجارهای گاما ری ها هستند. لکه‌های منظم آفتاب حاوی پرتوهای گامای منتشر نشده هستند، اما شعله‌های خورشیدی که معمولا به ما نمی‌رسند و توسط فلش خورشیدی هرچند مدت یک بار به ما می‌رسند، حاوی پرتوهای گاما هستند. این بدان معنی است که وقتی فلش خورشیدی از کنار ما عبور می‌کند، ما در معرض یک بروزرسانی فیزیکی DNA قرار می‌گیریم. این نوار پلاسما یک برگ واقعی انرژی مغناطیسی است که از طریق کهکشان در مدار چرخیده و تقریبا هر 25900 سال از این راه عبور می‌کند. بنابراین دانشمندان می‌گویند این نوار انرژی در حال نزدیک شدن در گوشه کهکشان است که قبلا در سال 2012 از سیستم ستاره پروکسیما سنتوری عبور کرده و اخیرا از یک سیستم ستاره نزدیک‌تر. به نظر می‌رسد این اتفاق خواهد افتاد. برق انرژی با خورشید برخورد می‌کند و باعث تشدید فعالیت‌های خورشید می‌شود. این شعله‌های آتش افزایش یافته و DNA ما را ارتقا می‌دهند، درست مثل هالک و مرد عنکبوتی. فکر کنیم هالک و اسپایدرمن چه ارتباطی با فلش خورشیدی آینده دارند. هر دوی آنها به روزرسانی DNA اشعه گاما را دریافت کردند. هالک از ضربه مستقیم، مرد عنکبوتی از گاز گرفته شدن توسط یک عنکبوت که با اشعه گاما برخورد داشته است. اما این چه ارتباطی با فلش خورشیدی آینده دارد؟ من دوست دارم از داستان‌های علمی به عنوان پیام‌هایی فکر کنم که سایر موجودات که به عنوان راهنما و محافظ ما عمل می‌کنند، در تلاشند تا به ما بگویند چه اتفاقی در راه است. در همین حال هرچه این نوا نزدیک‌تر می‌شود و خورشید شروع به واکنش در برابر انرژی‌های آن می‌کند، با گذشت زمان وقایع دیگری که ناشی از واکنش فیزیکی خورشید و زمین به انرژی الکترومغناطیسی پیش می آید. یک واقعه فرض شده حرکت پوسته زمین در یک تغییر قطب است. مطالب و اسنادی وجود دارد که قبلا این اتفاق افتاده است. بزرگترین فلش خورشیدی یا طوفان خورشیدی که در ابعاد خیلی کوچکتر اتفاق افتاده و ما از آن می دانیم حوادث کارینگتون در سال 1859 بوده که بر تمام وسایل الکترونیکی در کل کره زمین تأثیر گذاشته است. در آن زمان فقط سیستم تلگراف بوده است. همه چیز ذوب شد. تصور کنید فلش خورشیدی را که در حال حاضر اتفاق بیفتد. با نزدیک شدن این نوار انرژی الکترومغناطیسی، سیاره تنها چیزی نیست که تحت تاثیر قرار می‌گیرد. بدن انسان‌ها نیز تحت تاثیر قرار می‌گیرند و ما آن را احساس می‌کنیم. ما آن را از نظر جسمی در بدن خود احساس می‌کنیم و انرژی حاصل از خورشید قطعاً بر وضعیت روحی و عاطفی ما تأثیر می‌گذارد. تغییر قطب قریب الوقوع است که در حال انجام است. میدان مغناطیسی زمین در حال ضعیف شدن است. عصر یخبندان و وارونگی قطبی دیگر تغییرات زمین خواهند بود که با نوار پلاسمای مغناطیسی که از طریق کهکشان به ما میرسن اتفاق خواهد افتاد. این آیس ایج یا عصر یخبندان هر 12000 سال اتفاق میافتد. بله، آب و هوا در حال تغییر است، اما گرمتر نمیشود. کربن موجود در جو در واقع در حال تغییر است. برخی که مدت زمان طولانی است که در مورد این رویداد آینده مطالعه می‌کنند، اعتقادشان بر این باور است که این روش جهان یا همان زمینه کوانتومی یک خالق بیکران، خدا و یا هر آنچه که شما می‌خواهید آن را نام ببرید است. با چند خواندن یک سوئیچ برای اطمینان از وجود زندگی ارگانیک، تمام هوش‌های مصنوعی را از بین می‌برند. دانشمندان
مطمئن هستند که به طور علمی اتفاق می افتد. کاری نیست که بتوانیم در مورد آن انجام بدهیم جز اینکه آماده شویم. بدیهی است که بشریت قبلا از این طریق زندگی کرده است. کتاب‌های مقدس باستانی، داستان‌های بومیان آمریکایی و تقریبا همه پیشگویی‌های معنوی و مذهبی درباره وقوع این اتفاقات صحبت کردند. از نظر علمی سن عصر حاضر حدود 5000 سال است و تقریبا در هر 25900 سال این صفحه پلاسما تمام کهکشان را تحت تاثیر قرار می‌دهد. بنابراین در اینجا ما در آخرین سن، در آخرین روزها هستیم. ما منتظر ارتقای دی ان ای هستیم. بنابراین با تمام آنچه گفته شد، عقل سلیم میگوید که برای هر گونه فاجعه احتمالی آماده شویم. اما بفهمیم، هر مقدار کشتی‌های جنگی و اسلحه مخفی داشته باشیم به ما کمکی نخواهد کرد. خب در حقیقت با رسیدن این فلش به زمین، در طول یک مدت کوتاه زمین و ما انسان‌ها که در بعد 3 بوده این وارد بعد 4 و 5 خواهیم شد. محققان میگویند فلش خورشیدی زحل، اورانوس، مشتری را نیز تحت تاثیر قرار داده است. نپتون نیز تحت تاثیر قرار گرفته است. مریخ نشانه‌هایی از خود نشان می‌دهد. ما که بر روی کره زمین زندگی می‌کنیم از جهات مختلف احساس خواهیم کرد که تحت تاثیر قرار گرفتیم. زمین نیز نشانه‌هایی از خود نشان داده است. دوستان، قطب‌ها در حال تغییر هستند و تغییرات آب و هوایی، زلزله‌ها و سیل و طوفان‌ها که در سال‌های گذشته زیاد شده است به همین دلیل بوده است. ما انسان‌ها هم مثل زمین بایستی تغییر کنیم. در حقیقت یک آپدیت کلی باید صورت بگیرد. به روزستانی انرژی فلش خورشیدی همیشه با تفکرات ما شروع می شود. در واقع اگه در اطرافتان می بینید که تعداد انسان‌های حقیقت جو بیشتر شدند، دلیلش بیداری ذهنی است که ناشی از فلش خورشیدی است. البته این به روزستانی ذهنی هدف بالاتری دارد. اما این بروزرسانی درباره بدن انسان هم هست، چرا که پرتوهای گاما باعث تغییرات در دی ان ای انسان به وجود آورند که این مشکلات جسمی به وجود می آورد. می خواهم ساده تر بیان کنم. آیفون گوشی های خود را در سری های متفاوت تولید کرده و هر از چند گاهی کمپانی تولید کننده آن یک آپدیت برای بروزرسانی گوشی های خودش بارگذاری می کند تا گوشی های قدیمی بتوانند با گوشی های جدید همراه باشند و تمامی برنامه‌های تازه توسط آنها ساپورت شوند. اما این بروزرسانی در طول مدت شامل گوشی قدیمی تر نمی شود. در حقیقت گوشی های قدیمی قابلیت آپدیت را از دست می دهند و این یعنی خارج شدن از دور و سیستم. و گاهی اوقات حتی مدل گوشی های میانی و یا جدید هم در بروزرسانی دچار مشکل می شود. مخصوصا اگر گوشی دارای نقص سخت افزاری باشد. امکان دارد که آن گوشی دیگر قابلیت استفاده کردن نداشته باشد. این گونه بگویم که ما انسان ها موبایل هستیم. فلش بزرگ خورشیدی، آپدیت جدید و خدا هم سازنده موبایل هاست. حالا وقتی این آپدیت برای بروزرسانی انسان ها می آید، برای انسان های مختلف مشکلاتی هم به وجود می آورد. حال به میزان سن داشتن بیماری های زمینه یا نقص در آپدیت قبلی، منظور دی ان ای، این مشکلات کمتر یا بیشتر خواهد بود. اما باید بدانیم مشکل برای کودکان بسیار کمتر است، چون آنها موبایل های تازه طراحی شده کمپانی هستند. برای روشن‌تر شدن این مطلب، مطالب من درباره سه موج داوطلبان و زمین جدید را مطالعه کنید و یا ویدیوهای من در این باره را تماشا کنید. در اینجا به برخی از علائم خاص متداول جسمی و روحی که ممکن است افراد در این دوره تجربه کنند اشاره خواهم کرد. سردرد یا میگرن، احساس اضطراب و نگرانی، بی‌حالی و افسردگی، حالت تهوع، تپش قلب، عرق کردن در یک ناحیه یا کل بدن، بدن دردهای بی‌دلیل، ایجاد حساسیت‌های مختلف، فشار خون بالا، احساس داغ شدن لحظه‌ای، مشکلات معده و روده، شنیدن صدای زنگ در گوش، سرگیجه، اختلالات در بینایی، از دست دادن حافظه کوتاه مدت یا فراموشی، مشکلات مربوط به خواب مانند خیلی زود یا دیر بیدار شدن از خواب، دیدن خواب‌های استرس‌زا، احساس استرس، افزایش حساسیت، احساس از دست دادن زمان. توجه داشته باشید که اکثر این موارد به نوبت و پشت سر هم و به صورت موقت ایجاد می شوند. اما در مورد مشکلات جسمی اوضاع امکان دارد زیاد منطقی پیش نرود. همونطور که گفتم و مثال زدم، گاهی اوقات آپدیت ها باعث خروجی بسیاری از تولیدات از سیستم می شوند. در این چند وقته چه مقدار خبر شنیده ایم یا در اطرافمان دیده ایم که شخصی سالم بدون داشتن علائم و بی دلیل فوت کرده است و گاهن دلیل آن را کرونا اعلام کردند. فلش بزرگ خورشیدی دی ماه به زمین رسید، اما دو ماه زودتر در کشور چین به یک بار بیماری کرونا می آید و یک شهر بزرگ را قرنطینه می کنند.
و دقیقا بعد از ورود فلش بزرگ خورشیدی این ویروس به کل جهان انتشار پیدا میکنه. دوستان، کرونا وجود دارد، چرا که آزمایشاتی برای تشخیص آن هست، اما اصل داستان چیز دیگری است. شما دارید آپدیت میشوید. اما یک موضوع مهم، این آپدیت تنها مخصوص تولیدات خالق هست. دیدگاه شخصی من این است که احتمال زیاد این آپدیت پادزهر ویروس یا ویروس های آینده است. بدن شما بایستی آپدیت شود برای مقابله با ویروس هایی که وارد سیستم می شود. لطفاً ویدیوهای دیگر من را در کانال یوتیوب من مشاهده بفرمایید. سابسکرایب را فراموش نکنید و مطالب من را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.